شفیع سلطانی ملی پوش مبارزات آزاد کشور توانست کمربند طلایی رقابت‌های ترکیه را به نام افغانستان رقم زند. این ملی پوش کشور در رقابت‌های ترکیه با غلبه به حریفانش توانست جایگاه نخست را بین ورزشکاران 5 کشور به دست بیاورد. این در حالی است که سلطانی در رقابت‌های سال پاراسیا جایگاه نخست را نیز به نام افغانستان رقم زده بود. خود آقای شفیع سلطانی قهرمان و برنده کمربند طلایی مبارزات آزاد در ترکیه را اینجا در استودیوی تولنیوز با خود داریم. شفیع جان خوش آمدید. سلام علیکم. در قدم اول سلام خود خدمت شما و کارمندان تلویزیون تولنیوز و کسایی که این لحظه برنامه ما را تماشا میکنند. سلام به شما همچنان. در ابتدا میشه در مورد برگزاری رقابت ها که در ترکیه برگزار شده بود و هدف از برگزاری مسابقات چی بود میشه بیشتر صحبت کنید؟ مسابقات قسمی بود که مسابقات ما رشته که فیرفایت کار میکنم، مسابقات کیوان بود. کیوان کیک بوکس بود. توانستم که ما در این مسابقات اشتراک بکنم، در اشتراک 5 کشور که توانستم از آن خود بکنم کمربند و مدال. بسیار خوب. کدام کشورها در این رقابت اشتراک کردند؟ هندستان بود، قزاقستان بود، افغانستان بود، ایران بود. 5 کشور بود. بسیار خوب. در بین 5 کشور خود مقام اول بله، گرفتید؟ بله، توانستم مقام اول از آن خود. چطور بود سطح مسابقات؟ سطح مسابقات شما بسیار سطح مسابقات بالا بود. خوب بود، مکان امکانات چیزی که داشتن واقعیت خوب قدردانی شدیم و عزت شدیم در مسابقات. بسیار خوب. در مورد عرفانتان بگوین که سطح به اونا چی بود نبود؟ با چقدر آماده بودن؟ عریف ما واقعا که ما 15 رس آمادگی داشتم. عریف ما 32 مسابقه در مسابقه هم خودش میگم ما 32 مسابقه کردیم. 8 نکاوتی داره و 5 باخت داره. دیگه ماشاءالله خوب عریف تیار بود، خوب پایزن بود، خوب دیگه تانستیم با دعای مردم هست. انشاءالله برنده شد. یعنی با هر 5 کشور با بازیکنانش خود مسابقه؟ نه خیر. ما با خود عریف ترکی مبارزه کردم. یعنی یک مسابقه؟ یک مسابقه. چطور باز مقام قهرمانی گرفت؟ کیوان کیک بوکس کس قسم یک فیر فایده که کیوان کس تک فاید است. باید یک فاید مبارزه بکنی. بسیار خوب. میشه در مورد این ورزش که خود میکنی بیشتر کم مزاد بتو بر بینید؟ ما خودم رشته فیر فاید تمرین میکنم. ورزش های رسمی است. در نظر استاد واسی قیومی تمرین میکنم که استادم است. باز ما در ترکیه بودم، من دو ماه سه ماه بودم، باز توانستم با استاد و تماس سیم گفتیم ما مسابقه داریم. گفت خودت هستی؟ گفت بچه هاتون اقتصاد ضعیف است، آماده نمیتونن، خود اشتراک بکن مسابقه بکن. باز ما در استایل کیوان اصلا رشته ما کیوان کیک بوکس نیست که توانستم در ایجام بازم یک چانس خود از ما بکنیم. بسیار خوب. چگونه در ترکیه بودین گفتین؟ ما رفته بودیم در ترکیه، هم یک تفریح رفته بودیم، خواستیم که بریم کشورهای پیش بریم. خب بسیار خوب. در جریان از این باز در این مسابقه بله مسابقه برای ما جور شد. چه آمادگی گرفتید؟ ما 15 روز آمادگی داشتیم. بسیار خوب. یعنی اوتر آمادگی گرفته بودیم که 15 روز ما فکس آمادگی داشتم که البته صبح دیگر چاشم تمرین میکردم بخاطر مسابقه. هدف من پرچم بلند کردن افغانستان که توانستم پرچم بلند بکنم. بسیار خوب. این مسابقات در هماهنگی با سازمان MMA افغانستان و جهانی بود یا چطور؟ جهانی بود بله، چون 5 کشور اشتراک داشت، فایتره خوب هم تو فایتره بالا اشتراک کرده بودن. بسیار خوب. فعلا وضعیت MMA در افغانستان چگونه است؟ بسیار فعلا درست است. چگونه است برای ورزشکارا و خود ورزشکارا چقدر علاقه مند است؟ چون رشته MMA کس بسیار کسا علاقه مند هستند، چون MMA را واقعیت که بسیار رشد کرده است، همه گی علاقه مند MMA هستند. کلگی رو به MMA آورده است فعلا در افغانستان. بسیار خوب. خودت میرفتی طرف خارج بله. چطور باعث شد که یک بارگی به این مسابقات اشتراک کنی و دوباره پس برگردی؟ هدف مایی بود که ما رفتم ترکیه، چون افغانستان ما 13 سال است که تمرین میکنم. واقعیت امایت تقدیر و حضیر جای نمیشم ما مایی شدم، چون 13 سال گفتیم بیا میریم پیش، حداقل قدر ورزشکار خدا خود دارم. باز نشدم ترکیه، بایدیم کمی خسته شدیم دیگه. باز این مسابقه هم بر ما برابر شد، گفتیم بیاییم مسابقه رو بیشالا میکنیم، سپرد به خدا اگر بردیم باز میریم افغانستان. توانستیم که مسابقه رو ببریم آمدیم. یعنی آنچنان که باید به ورزشکارا توجه میشد نمیشه؟ یعنی در افغانستان نمیشه؟ در افغانستان چون به ورزشکارا نمیشه. چرا؟ دلیلش چیست؟ نمیفهم دلیلش. نمیفهم. بسیار خوب. چطور خودت پس دوباره برگشتی با وجود گرفتن این کمربند؟ خسته شده بود، چون همین ترکیه واقعیت که ما را خسته ساخته بود. این تو برام خوشایند نبود در ترکیه ما باشم. خب باز پس با این وجود پیام چیز به دیگه جوانان؟ پیام و جوانان نیست که، چون برای کشور ترک کنه؟ نه خیر. کشور خود ما بهترین کشور است، بهترین خاک است. همی که در افغانستان هستیم قدر عزت پیش خود ما داریم.
چون خارج کس تشویق حمایت لازم خود بکشن. بسیار خوب. افغانستان مثال جای خوب داره. خاص خودت به عنوان ورزشکار از دولت مردا خصوصا از رؤسای ورزش چی است؟ بلخصوص به دولت ما توجه به ورزشکارا زیاد بکنن، بلخصوص به کسایی که مدال‌آور هستن. فایترهای ورزشکارای بسیار زیاد داریم، نوست واقعیت تمرین میکنن، کس نیست که ماید بکنن، دستشان را بگرن، پیش برن. همی تجارای ما کست، دولت ما کست، باید نیارا ماید بکنن. اگر دوباره حمایت نکردن، باز شما رای خارج را در پیش نخیر، 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 انشالله کمی خاک خود ما خوب است. انشاءالله که مسابقات دیگه هم پیشری داریم البته. خب چی مسابقات دارین؟ مسابقات سه مواد مسابقات ما تاجیکستان است که با همکاری استاد عبدالوسیع قمی که قرنطی است انشاءالله دیگه هفته بعد تمرینات خود شروع میکنیم که مسابقه داریم انشاءالله. بسیار خوب. سپاس آقای شفیع سلطانی از حضور در تمرین. سلامت باشین، زنده باشین.